الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله. My dear brothers and sisters, I want to share with you a brief story from Ahlul Bayt. A stranger says, a narrator says, I was outside of Medina and was not familiar with the city, and I saw a person who was in the sunny and hot day, was working and sweating. He asked me, come here and I have some food. When I saw the food, it was just a rye, bread and a little milk. He offered me, but I didn't enjoy it. He asked me, I think you don't like this kind of food. I said, of course. He said, if you want to eat delicious food, you can go inside of Medina and ask the house of Imam Hassan Mujtaba, Hassan ibn Ali alayhi salatu wassalam, that is available. When I entered the Medina and asked the place and person, the gate was open and meet Imam Hassan Mujtaba alayhi salatu wassalam, Hassan ibn Ali. He invited me, I ate delicious food and took a little, a short rest, and after that, when I want to go outside, ask, is it possible to take with myself some food for a person who was working outside of Medina? Imam Hassan Mujtaba alayhi salatu wassalam asked, who is that person? I said, I gave some information, some details. Imam alayhi salatu wassalam said, that person doesn't eat our food. I said, why? How do you know him? Imam Hassan Mujtaba alayhi salatu wassalam answered, I know him. Obviously, he is my father. His name is Ali ibn Abi Talib. برادران و خواهران عزیز، بسیار خلاصه، چون برادر زمان جناب آقای حسینی، رفیع حسینی گفتن که برنامه را زود تمام کنیم، چه بسا هفته های آینده اگر شما به جمعندی رسیم که برنامه را قبل از نماز اجرا کنیم. بنده هم کوشش من این است که خیلی کوتاه و مختصر و مفید صحبت کنم. صحبت در مورد قرآن کریم بود. برادر زمان جناب آقای کریمی هفته ها برنامه های قرآن کریم را دارن قبل از اذان، و سفارش و علاقه همه ما این است که زودتر برسیم. خدمت وسط شما عرض شود که صحبت از قرآن کریم بود و از گفتمان قرآن کریم. در قرآن کریم بعض گفتمان، این گفتمان ها را ما اگر بدانیم خیلی برای ما مفید هست. خدمت وسط شما عرض شود که یکی از گفتمان های قرآن کریم گفتمان انسان کامل هست. انسان کامل، از این موضوع کم پرده برداری شده. اولین داستان قرآن کریم سخن از انسان کامل هست. انسان کامل کسی است که فرشتگان باید او را سجده کنند. انسان کامل کسی است که مقام او، موقعیت او، جایگاه اونجاست که فرشتگان او را سجده کنند. وقتی سخن از موسی است، وقتی سخن از ابراهیم است، وقتی سخن از عیسی است، وقتی سخن از ایوب هست، صالح هست، از هر پیامبری که سخن گفته میشه، در واقع میخواد ذهن ما رو به سمت اون انسان کامل مورد نظر قرآن کریم سوق بده. بگه انسان ها یک راه کمال هست، یک انسان کامل وجود داره. اون انسان کامل و اون انسان ایدئال و اون انسانی که اعلی مراتب انسانیت را داره، اون نسخه های متفاوت داره. شما هم میتوانید یک نسخه از نسخه های انسان کامل شوید. اون انسان کاملی که فرشتگان آن مقام و اون نورانیت و اون موقعیت را و اون مقام را سجده می کند، یک از مصادیقش نوح هست، یک از مصادیقش ابراهیم هست، یک از مصادیقش اسماعیل هست، یک از مصادیقش موسی هست، یک از مصادیقش عیسی هست. و همینطور من و شما هم باید در این مسیر حرکت کنیم. سوره طه سخن از حضرت موسی است. ما هفته های گذشته سوره طه از بعض آیات این سوره صحبت کردیم. امشب یک از این آیات را خدمت شما تقدیم میکنم. آیه 132 سوره طه میفرماید، و امر اهلک بالصلاة و صبر علیها، لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبة للتقوى. میگه که تو اهل بیت خود را به نماز و طاعت خدا امر کن و خود
نیز بر نماز و ذکر حق صبور باش و امر اهلک یعنی اهل بیت خانواده بستگان خود را تشویق کن به نماز. این مسئله نماز خیلی مهم هست که در قرآن کریم در جای جای می آید. واستبر علیها و خود نیز در امر نماز شکیبا باش. لا نسألک رزقا نحن نرزقک و العاقبة للتقوا. ما از تو روزی کسی را نمی طلبیم بلکه ما به تو و دیگران روزی می دهیم. و العاقبة للتقوا، عاقبت یعنی خوشبختی، عاقبت یعنی سعادت، عاقبت یعنی فرجام نیک برای اهل تقواست. و العاقبة للتقوا، هر انسانی که با تقوا بود و مفهوم تقوا را درک کرد و هدف از تقوا را شناخت و در راستای تقوا گام برداشت، این انسان مرد باشه، زن باشه، از این نژاد باشه، از اون نژاد باشه، از این قوم باشه، از اون قبیله باشه، انسانی که اهل تقوا باشه، این انسان انسان کامل است. او به هدف از خلقت رسیده است. و العاقبة للتقوا، خوشبخت واقعی اوست. او ابراهیم باشد، اسماعیل باشد، موسی باشد، عیسی باشد، مصداقش مرد باشه، زن باشه، مریم باشه، بلقیس باشه، هر که باشه، مرد و زن باشه، این انسان با تقوا در پیشگاه خداوند مقرب هست. و العاقبة للتقوا، در آیه دیگر ما از قرآن کریم میخوانیم که و العاقبة للمتقین، آدم های خوشبخت اینها به سرانجام نیک رسیدن. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا و العاقبة للمتقین. این خوشبختی که قرآن از او میگوید، تلک دار الاخره، در پیشگاه خداوند در دار آخرت برای کسانی است که لا یریدون علوا فی الارض، علو و برتری طلبی ندارن فی الارض، در روی زمین، ولا فساد، هدفشان فساد و خونریزی در روی زمین نیست. قرآن کریم مخالف برتری طلبی است، قرآن کریم مخالف فساد در روی زمین است. و العاقبة للمتقین، این گفتمان قرآن هست. ما میبینیم قهرمان قرآن فرعون نیست، قهرمان قرآن همسر فرعون آسیه هست که و ایز قال امرأت فرعون ربی ابنی لی عندک بیتا فی الجنه. همسر فرعون یک زن با تقواست، خدا این خانم را ارج میدهد، مقام قرب میدهد. و نجینی من فرعون و عمله و من قوم الظالمین. همسر فرعون آرزو و تمام دعا و رفتار و مرام و پندار او این هست که خدایا مرا از فرعون و از عمل فرعون نجات بده. رب نجینی من فرعون، نه که از شخص فرعون نجات بده، بلکه از اعمال فرعونی که حتی ممکنه من و شما اسیرش باشیم، از این عمل فرعون مرا نجات بده. و من قوم ظالمین، خدایا انسانها و قوم ظالم و انسانهای ظالم در هر لباسی، در هر جایی، در هر پستی، در هر سمتی است، خداوند من از اونها تبری میجویم. این مرام یک بانوی است که قرآن او را عظمت میدهد. قرآن گفتمانش مرد سالاری نیست، اگر نه فرعون مرد است، همسرش آسیه. قرآن قهرمان قرآن آسیه است، نه فرعون. قهرمان قرآن حضرت مریم هست که ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. مرد باشی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، عمل صالح انجام بدهد، ذکر آقا باشه و انثی خانم باشه. فلنوهین و حیات طیبه. در جای دیگر می فرماید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، متقی ترین شما در پیشگاه خداوند مقرب ترین است. ما هم که این ارث به ما به یادگار مانده است در تاریخ اسلام، یک از گفتمان های غالب جهان اسلام، گفتمان اسلام این بوده است که علی امیر المؤمنین، مولای متقیان میگوییم. علی را مولای متقیان میگوییم، یعنی تقوا یک مقام است که علی در اون مقام تقوا پیشکسوت و پیشتاز است و در اوج تقوا و پارسایی قرار دارد که حضرت میفرماید یا دنیا غر خیری، ای دنیا برو غیر از علی دیگران را به چنگ خود بنداز، دیگران را به دام اسارت بنداز، من علی قرار نیست که در دام اسارت تو بیفتم. یا دنیا غر غیری قد طلقت که سلاس. بعد حضرت می فرماید که آره، این
این جمله خیلی زیباست. من نمیدانستم، خود بنده وقتی به نهج البلاغه مراجعه کردم میبینم که در حکمت 77 نهج البلاغه میگه که و من خبر زرار ابن حمزت زبائی عند دخول علی معاویه، میگه که معاویه یک روزی یک آقایی که با حضرت علی علیه السلام حشر و نشر داشت به نام زرار ابن حمزه، میگه که این را طلبید و بعد گفت که خب ای زرار از علی برای من سخن بگو، از علی برای من سخن بگو. قال، بعد میگه که منم گفتم ای معاویه فاشهد لقد رأيت في بعض مواقفه، من علی را دیدم در بعض موارد و قد ارخى الليل سدوله، میگه که من علی را دیدم که در محراب خود ایستاده بود، دیدم شب پرده برافکنده بود و او در محراب خود ایستاده بود و هو قائم في محرابه، علی در روی سجاده در محراب ایستاده بود، قابض على لحیته، علی دست خودش را گرفته بود در محراب عبادت، یتململ تململ السلیم، میگه علی چنان انسانی که مار گزیده است به خود میپیچید و یبکی بکا الحزین، علی گریه میکرد و میگفت یا دنیا یا دنیا، ای دنیا ای دنیا، الیک عنی ابی تعرست ام الی تسوقت. بعد میگه یا دنیا حیات غر غیری لا حاجت لی فیک، ای دنیا من علی به تو هیچ نیاز ندارم، قد طلقت که سلاسم لا رجعت فیها فعیشو که قصیر، ای دنیا لذت های تو خیلی کوتاه، عیشو لذت دنیا ما در اصطلاح من و شما هم است که فلانی عیش میکنه، عیش دنیا را فلانی گرفت. حضرت علی میفرماید که فعیشو که قصیر، ای دنیا عیش تو قصیر و کوتاه است، 5 سال 10 سال 15 سال تموم میشه، و خطر که یسیر و عملو که حقیر، آه من قلت الزاد. بعد علی علیه السلام آه و ناله میکند، میگه آه، ما که از تهی دل که وقتی وجود ما آتش میگره میگم آه، یعنی با آه تمام حسرت و ناراحتی خود رو میخواییم بیان کنیم. علی علیه السلام میگه آه من قلت الزاد، میگه که توشه من در پیشگاه خداوند اندک است، زاد و توشه، یعنی برای خدا عمل صالح کم میتوانم ببرم، کاش امکانش بود که بهتر برای اون سرای ابدی بیشتر کار میکردم و طول طریق راه ما دور است و بعد سفر و عظیم المورد. عظیم المورد یعنی ملاقات با خداوند روز قیامت. روز قیامت خیلی سخت است برای تا جایی که علی علیه السلام از عمق وجود چنین ناله های دردناک میکشد. حضرت در جای دیگر میگوید والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها، قسم به خدا اگر تمام کهکشان ها و کرات و اقالیم سبعه یعنی آسمان های هفتگانه را بما تحت افلاکها با هر آن چیزی که هست همه را به من علی ببخشند، علی ان اعص الله فی نمله، تا اینکه معصیت خدا بکنم در مورد یک مورچه که پوست جبه را از دهان یک مورچه بکشم بیرون، ما فعلت من علی این کار را نمیکنم. و این دنیاکم عند لاهون من ورقه فی مجرا فی فم جراد، این دنیایی که شما انسان ها به خاطر این دنیا به سر و کله هم میزنید در نگاه من علی مثل یک پریکاه است در دهان یک ملخ، این قدر دنیا در نگاه علی علیه السلام حقیر است. چرا این چنین است؟ چون علی انسان کامل است. انسان کامل کسی است که سر و سر با عالم غیب دارد، عالم نور را، عالم حقیقت را، عالم ماندگار را، عالم جاودانی، عالم ازلی و عالم سرمدی را در عمق وجود خود معاینه می کند. لو کشف الغطا مزدت و یقینا، این مقام یک انسان کامل است. خب عرایز خودم را جمع بکنم، اون داستانی که در اول گفتم به زبان انگلیسی در حد 2 دقیقه 1 دقیقه گفتم، اون این بود که نگه یک آقای مسافر بود، غریبی بود، از کنار شهر مدینه مسافرت میکرد، در همون اطراف مدینه دید که یک آقای داره مشغول کار کردن، داره عرق میرزه، هوا گرم تابستانیه، میگه که رفتم نزدیک شدم سلام کردم، با من احوال مسافر و احوال پرسی کرد و با من خیلی گرم گرفت. بعد خب گفت که اگر غذا میل دارید در خدمت هستم، خیال کردم یک غذای خوبی دارد، غذا رو تا وقتی که باز کرد دیدم که نان جو هست و یک مقدار شیر. گفتم عجب، این دیگه این که نشد دیگه، نچسبی داریم.
بالاخره متوجه شد، گفت که فکر کنم این غذا رو دوست نداری. گفتم که نداری، خب در این هوای گرم بالاخره نان جوی رو به سختی آدم میتونه بوجه بخوره. نشد. گفت که اگه غذای خوب میخوای بسم الله فلانی برو داخل شهر، از فلانی کوچه برو، فلانی آدرس برو، اونجا بپرس خانه حسن ابن علی. حسن ابن علی فرزند پیامبر هست، برو اون حمد بید آدرس میده. اونجا که بری، احتمالا در بازه، اگر بستن بود که ناک کنید در باز میکنن. بعد اونجا اونو برای غذایت خیلی غذای خوبی میده، خیلی آقام انسانی کریم و بزرگواریه. من گفتم دست درد نکنه، رفتم داخل شهر. خدا مسافر ما هم که در کانادا میاییم و خیلی مردم که میاد، روز اول میگه که کجای بالاخره این نهادهای خیریتی چریتی کجای. بعد میگه که رفتم گفتم که خب بالاخره غذای خوب که امروز باید صرف کنم. رفتم و آدرس و بالاخره در رو دیدم که در بازه، تک و توک میای و میره و بالاخره سفره بفرما داخل. رفتم غذا خوردم، غذای خیلی خوبی. بعد مختصر خستگی رفع کردم و خواستم بیرون شم. یادم شد که ببرم بنده خدا که بیرون کار میکرد، ببرم برای اون غذا ببرم. بعد گفتم که امکانش هست که یک مقدار غذا برای خود با خود ببرم، برای یک کسی برای کی ببرم؟ یک بنده خدا در این مشخصه فرض کنم یک 2 کیلومتر اون طرف بیرون شهر که بریم، اونجا یک آقای اینطوری کار میکرد، من دلم میخواد که از این غذا برای اونم ببرم. مشخصات شکل دادم. بعد گفت که آقا خاطر جمع باشه، اون بنده خدا غذای ما رو نمیخوره. تعجب کردم، آی واز شاک، تعجب کردم، سورپرایز. تو چطور میفهمی؟ هاو دو یو نو؟ تو چطور میفهمی که او چطور آدمی؟ او چرا غذای تو نمیخوره؟ گفت که ما اون رو میشناسیم، اون زاهدترین انسان روزگار، اون با خدا معامله کرده، اون کار شب ها مناجات روزها با خداوند اینطوری خلوت واسه و سر داره. گفتم تو از کجا میفهمی؟ گفت که هو از مای فادر، اون پدر من هست، اون علی بن ابی طالب هست، کسی است با خدا معامله کرده. علی کسی است که لذات دنیا را به لذات دنیا هیچ توجه و اعتنایی نداره. این است انسان کامل، انسان معنوی. وقتی ما از قرآن کریم سخن میگیم، وقتی از موسی سخن میگیم، و اون طرف فرعون هست، فرعون کسی است که غرق در لذت های دنیاست، اما موسی کسی است که میره بالاخره در کوه کمر و چوپانی و با انواع مشکلات میسازه. انسان کامل انسان است آزاده و فرائنه تاریخ که انسان ها رو به بردگی میکشند مورد نکوهش قرآن و دین و معنویت هست. و این حدیث را من خیلی دوست دارم در منابع مختلف بگویم، اما خب معمولا بیشتر اوقات وقت کم میارم و این حدیث فراموشم میشه. الان خوشبختانه یادم اومد. این حدیث را خیلی در متون مختلف میخوانیم که پیامبر اکرم فرمود علمای امت افضل من انبیای بنی اسرائیل. در میان امت من ختم المرسلین، در میان امت اسلام علمای هست که از پیامبران بنی اسرائیل بالاتر هست. این حدیث خیلی حدیث مشهور است، در متون اهل سنت هم آمده است. اگر ما این حدیث را ملاق قرار بدهیم، در امت اسلام چه کسی بالاتر از علی است؟ عالم ترین انسان امت اسلام بعد از پیامبر اکرم خود علی علیه السلام است. و افضل من بنی انبیای بنی اسرائیل. خب این مطلب را همین مقدار سربسته اشاره کردم، چون داستان موسی بود. بنده هم قرآن کریم و گفتمان قرآن کریم و انسان کامل را یک چند جمله باز کردم و گفتم که یک از مصادیق انسان کامل ابراهیم است و موسی است و عیسی هست، و یکی از مصادیق انسان کامل در امت اسلام علاوه بر این که خود پیامبر اکرم هست، حضرت مولا الموحدین علی علیه السلام است، بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، بحق محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. پروردگارا ظهور مولای من حضرت بقیت الله معجل فرما. پروردگارا دعای حضرتش را در حق همه اهل عالم، مسلمین، مؤمنین، رهروان راه قرآن، اطراف شیعیان، ملت افغانستان، ملت های بخون گفته مثل غزه و فلسطین و دیگر مردمی که در هر جا هستند، مرد و زنی که گرفتار هست، پروردگارا همه را به سمت آینده روشن و بالندگی رهنمون بگردان. پروردگارا گناهانمون را بریزان، آبرو و عزت ما را در دنیا و آخرت مریزان. پروردگارا بیماران اهل عالم لباس عافیت بپوشان، گذشتگان ما غریق رحمت فرما. این دعاهای کمیل به این مناجات، به این برنامه‌های دینی، به این حسینیه، به این در واقع برکت و رحمت معنوی بر این شیعیان مقیم غرب کانادا، خداوند و خدمتگزاران این مجموعه را پروردگار مورد حمایت های خودت قرار بده. این نبی و آله الانجاد، بر محمد و آل محمد صلوات. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.